امروز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مراسم تشییع جنازه آیت الله مجتبی تهرانی یکی از روحانیون مقیم تهران شرکت کرد و آیین مذهبی نماز میت را شخصا بر جنازه وی خواند. امری که نشان دهنده نزدیکی رهبر جمهوری اسلامی به این آیت الله است. درباره این موضوع و همچنین حلقه روحانیان نزدیک به آیت الله خامنه ای به سراغ مهدی خلجی پژوهشگر مؤسسه مطالعات خاور نزدیک واشنگتن رفتیم. آقای خلجی، شما متخصص مسائل حوزه‌های علمیه و روحانیت شیعه هستین. همونطور که در ابتدا اشاره کردم، در شرایطی که رابطه چندان گرم و صمیمی میان اغلب روحانیون و مراجع بلندپایه شیعه چه در ایران و چه در خارج از ایران با آقای خامنه‌ای وجود نداره، این رابطه خیلی نزدیک ایشون با برخی از روحانیون مثل آیت الله تهرانی چگونه تفسیر میشه و اساساً این رابطه چجوری به وجود اومده و دلیل اهمیت این اشخاص برای رهبر جمهوری اسلامی ایران چی؟ ببینید، کسانی مثل آقای خوشوقت که ارتباط سببی هم داره با آقای خامنه، یعنی فامیل هستش با آقای خامنه، و آقای مصباح و آقای تهرانی، این هست که اینها ماشین های صدور فتوای ارتدادن، یعنی به شدت بی‌پروا هستند در اینکه مطابق میل وزارت اطلاعات فتوای ارتداد صادر میکنن. یعنی که وزارت اطلاعات وقتی تصمیم میگیره کسی رو بکشه، میره تصمیمش رو با اینها در میون میگذاره و اینها بدون اینکه اون اشخاص رو بشناسن، بدون اینکه آثار اون اشخاص رو خونده باشن یا با اونها آشنایی داشته باشن، مطابق میل وزارت اطلاعات در حقیقت فتوای ارتداد صادر میکنن. آقای تهرانی، آقای خوشوقت و آقای مصباح هر سه متهم هستند به اینکه دهها روشنفکر ایرانی رو متهم به ارتداد کردن و در حقیقت فتوای قتلش رو در اختیار وزارت اطلاعات گذاشتن. اون هم دلیلش اینه که وزیر اطلاعات قانونا باید مجتهد باشه تا بتونه اعمال خلاف شرع وزارت اطلاعات رو به شیوهی که آقای خمینی معتقد بود مشروعیت مذهبی بده. اما چون هیچ موقع وزیران اطلاعات مجتهد نبودن، نه تنها مجتهد نبودن که سواد بسیار متوسط مذهبی هم نداشتن و جز مقدمات طلبگی چیزی رو نخونده بودن، در نتیجه اینها به مجتهدانی خارج از وزارت اطلاعات متکی بودن که یکیش همین آقای تهرانی هست که میگفتن مجتهد هست، یا آقای خوشبخت که تقریبا میشه گفت که مجتهد نیست و از این مجتهدهای ساختگی جمهوری اسلامی هست، ولی به هر حال اینه کسانی بودن که به راحتی فتوای قتل صادر میکردن، اون هم نه بر اساس تشخیص خودشون که بر اساس اصل خدمتگذاری به دستگاه‌های امنیتی. خیلی ممنونم از مهدی خلجی، پژوهشگر مؤسسه مطالعات خاور نزدیک واشنگتن.